هاتون رو لعنت کنم. لعنتی. حالت خوبه؟ خوبم. چیزی نیست. اینو تازه زده؟ بیا. سرتو رد کن. یواش یواش. داداش پیداش کردین؟ پیداش کردیم. یکی تو از مرز رد کردن، دارن میرن طرف استانبول. بولنت میبرتش. میبرنش استانبول؟ یه دقیقه خفش و گوش کن من چی میگم بهت. ایشان با بولنت حرف زد، اونا قراره بیان ترابزون، شما هم بیاین اینجا، بچه نفس رو بهش بدین. باشه، اما داداش به اون ایشان بگو تا وقتی دست اون بچه رو نگیرم وداتو بهش نمیدم. طاهر ببین پسر، من اون عکسا رو دیدم، وداتو بد جوری زدی، دووم نمیاره، نکنه میخوای قاتل بشی. داداش چی؟ هی داداش داداش. طاهر پسرم این کارو نکن، من بچه رو تحویل میگیرم، بهت خبر میدم، تو هم وداتو ول کن، اگه بمیره میونه رو دست تا اون وقت ما هم نمیتونیم نجاتت بدیم. خیلی خوب باشه، برمیگردیم برمیگردیم. ایگیت رسید زنگ بزن. باشه باشه. وضعش چطوره؟ نگران نباش، زخماشو پانسمان کردم، بیهوشه ولی فعلا مشکلی نیست. بولنت قراره ایگیتو ببره ترابزون تحویل داداشم بده. اه چه خبر خوبی. به لطف شما، من هر چقدر از شما تشکر کنم کمه. این چه حرفی آبجی؟ آخه من نمیدونستم نیکو میخواد بهمون خیانت کنه، شما منو ببخشین. تموم شد و رفت. ادریس ما باید زودتر راه بیافتیم. شما یه جا پیدا کنید و اینو توش نگه دارید. باشه؟ واسم لوکیشن بفرست. ایگیت که به دست داداشم رسید بهت خبر میدم. باشه؟ تا دستور ندادی این آشغالا رو ول نمی کنم داداش. فهمیدم، بهت بدهکار شدم پسر. اگه در این مورد به زن داداش چیزی نگی اون وقت بی حساب میشیم داداش. خودت میدونی اهل قمار نیستم. اما تیکت تو انداخته دیگه. باش. خیلی خوب باشه، اینجا رو میگیریم جمع و جور میکنیم. بریم بریم. نفس بریم دیگه، راهمون طولانیه. وقتی میخوابه مثل یه آدم عادیه، قاتل هم وقتی میخوابن بیگناه دیده میشن، اما چطور میتونن اینقدر راحت بخوابن؟ حتی اون روز با دستای خونیش همینجوری خوابیده بود. روزی که محافظشو کشت میاد دنبالمون، اگه زنده بمونه منو نمیکشه اما تو رو. منو میکشه مگه نه؟ مثل کسایی که میخواستن تو رو نجات بدن نه؟ تا
طاهر الان وقت تیکه انداختنه، اسلحتو بده. نفس میخوای چیکار کنی؟ اجازه نمیدم تو رو بکشه. ایگی تو راه داره میاد، از دست اینم همینجا خلاص میشی. نفس، یالا یالا. من با این روحیه انتقام جویی تو چیکار باید بکنم ها؟ بیا بریم دیگه.